آواز تنها موسیقیه که با ما به دنیا میاد و با ما هم از دنیا میره. بنابراین جز مقدساته، یعنی صدا بسیار قابل احترامه. ما باید این صدا رو هدایت بکنیم به طرف موضوعی که اون موضوع هم موضوع معرفتی هستش، موضوع فرهنگی هستش. خود هنرمندا باید به همدیگه کمک بکنن، ایراد نگیرن و به هیچ وجه نگن که این بد میخونه اون بد میخونه. هر کس مخاطب خودشو داره. موسیقی جوان باید داشته باشیم، موسیقی میانسال باید داشته باشیم، موسیقی کهنسال داشته باشیم که یادآور دوران زندگیش باشه. ما نمیتونیم که همه رو ملزم بکنیم به این که مثل ما باشن. به وسیله موسیقی ادبیاتمون رو مطرح میکنیم. ادبیات دست در دست موسیقی داریم، میگیم هنر و ادب. حتی نقاش وقتی یه بیت شعر رو نگاه میکنه بر اساس اون یک بیت شعر نقاشی میکنه، چون اثر گذاشته روش. ولی ما نمیدونیم که چرا میخوایم همه چیز رو جدا کنیم. اصلا این کار رو نباید بکنیم. باید که هم و غممون این باشه که پیوند پیش بیاریم، نه گسستن پیش بیاریم. چون اگر به این شکل باشه طرفی نمیبندیم، موسیقی ما از اصالتش خارج میشه و چیزی برای آیندگان باقی نمیذاریم. به ویژه این که ما دو عنصر کاری داریم، زن و مرد. یعنی کار موسیقی رو هم زن انجام میده، نوازنده زن، هم نوازنده مرد. آواز رو هم زن میخونه هم مرد میخونه. ما به دو تا عنصر احتیاج داریم. نمیشه که ما فقط صدای مرد بشنویم، همونطور که اگر فقط صدای زن میشنیدیم اذیت میشدیم. بنابراین من نظر من این هستش، چرا لالایی را خانم ها میخونند؟ برای اینکه اثرگذار رو تربیت بچه. بنابراین صدای زن در تربیت جامعه، در تربیت جوان ها خیلی مؤثر هستش. البته اگر که ما بدونیم که از چه موسیقی، از چه شعری برای ساختن جامعه و تربیت جوانمون بتونیم استفاده بکنیم. ما نمیتونیم که از هر ادبیاتی استفاده بکنیم، یعنی بخونیم آواز بخونیم و بعد اسمشو بذاریم موسیقی. ادبیات زن با ادبیات مرد فرق داره. چیزی جدا از وجود انسان نیست صدا، و به همین دلیلم شما میبینید یه ارکستری 100 نفر 150 نفر تو اروپا، حالا حتی گاهی به 200 نفر هم میرسن، یا حالا کمتر بیشتر، ولی یک خواننده میخواند. چرا اون 8 تا نمیخونن؟ همه هم مقام اونها اینه که یه کاری بکنن که این خواننده بخواند. آیا آواز ایرانی در دوچار فرصت یا خطره؟ یعنی یه تهدید ما داریم یا یه فرصت داریم؟ آواز یعنی با کلام در اجرا هستش. ما که نمیخوایم اپرا بخونیم، که نمیخوایم که بی کلام بخونیم، که فرهنگ هر کشوری به وسیله ارائه موسیقی و هنرهای اون هستش، هنرهاش هستش که معلوم میشه. موسیقی یک موضوع خیلی حیاتیه، باید دغدغه همه هنرمندا باشه، نباید که تفریحشون باشه. وقتی تفریح باشه از بین میره، ولی وقتی دغدغه باشه میدونن که ما باید که این محموله رو برسونیم به جایی که باید بره محصف. و بدونیم که هدف موسیقی اصلا چیه. موسیقی میخوادش که توی جامعه ما پیوند عاطفی پیش بیاره، ادب پیش بیاره، سازندگی پیش بیاره، و میخوادش که جامعه رو حرکت بده، و این گناهه و به نظر من خارج از ادبه که ما فکر کنیم که موسیقی یک تفریح هستش. تفریح نیستش، یک دغدغه هستش. متاسفانه ما در یک موضوع خیلی لطیف شرکت داریم، ولی برخورد خشن میکنیم با هم دیگه، و این از
موضوعاتی که باید بهش بپردازیم. بله، نقض غرض میشه. خانه موسیقی یا انجمن موسیقی، مخصوصا خانه موسیقی، جایی است که باید جوانها رو تقویتشون کنن، راهکار بهشون بدن، کمک مالی اگه میتونن بهشون بکنن، کلاس مجانی براشون بگذارن، استاد خوب براشون انتخاب کنن، نه هر کسی درسشون بده. این کارا جزء وظایف خانه موسیقی است. موسیقی ما بایستی جزء بودجه موسیقی، جزء بودجه دولت به مجلس برد، اونجا مصوب بشید و موسیقی اداره ارشاد یا هر جای دیگه که زیر مجموعه دولت و مربوط به هنر میشید بودجهش مشخص باشه، نه اینکه یه مدیر کل نونم فلان یا یه وزیری بیاد حالا یه مبلغی آقا بدین حالا برای اینجا. انجمن موسیقی و خانه موسیقی با این دغدغه روبروه، بودجه نداره، پول نداره. و من باز میخوام عرض کنم که آقایون مسئولین خانه موسیقی در این راستا از دولت مطالبه کنند و برای موسیقی بودجه تامین بشه. امروز موسیقی ما شده موسیقی کامپیوتری با تکنولوژی. بابا تو صدا نداری، تو خان اگه خواستی صدا اگر داری باید بری سالها زانو بزنی، باید بری تلمس کنی تا بتونی یه روزی یواش یواش به خودت هم غیر نشی، یواش یواش حرف دیگران هم که ای تعریف ده میکنن. خطرناکترین چیز خانم برای هنرمندان ما تعریف بی مورده بی جاست. یعنی من اگر انتقاد کنم ممکنه اون انتقاد تأثیر مثبت بگذاره در اون شخص، و اگر تعریف بی جا کردم از کارش باز میمونه.